خانم ها آقایان، درود بر شما. به عنوان خبرنگار مستقل در خدمتون هستم و این خبرها و صحبتها ارتباطی نداره با رسانه‌ای که من براش کار میکنم. همتون میدونید که در شرایط حساس و واقعا تاریخی هستیم، به نحوی که این هفته رو نمیشه با هفته گذشته مقایسه کرد و ایران به یک هفته قبل بر نمیگرده به هیچ لحاظی. در چند روز گذشته که اعتراضاتی بود، چه در تهران و چه در سطح خوزستان، به ویژه در خرمشهر، همه ما شاهد بودیم که نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی، نیروهای سرکوبگر، چگونه عمل کردند و در سرکوب مردم کماکان سعی کردند که برای حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران تمام سعی خودشون رو به عمل بیارن. کمپینی رو ما امروز شروع می‌کنیم که این کمپین با مشورت با طیف وسیعی از افراد در داخل ایران هست، کمپینی به اسم کمپین ضرب در قرمز. در مورد کمپین‌های دیگه هم که چه اتفاقی افتاده و به کجا رسیده توضیح خواهم داد. کمپینی رو شروع می‌کنیم به اسم کمپین ضرب در قرمز. این کمپین چیه؟ برای پایان دادن به سرکوب، برای شناسایی افرادی که در سرکوب دست دارند. درسته که کانال‌هایی باز شدند و افراد زیادی مشغول هستند که این افراد، این سرکوبگران شناسایی بشن. در سطح نیروی انتظامی و در سطح حتی سپاه پاسداران افرادی هستند که با مردمند، با مردم همکاری میکنند، خبرهای زیادی رو به کانالهای مردمی میدن که پخش بکنن، برای اینکه مردم با خیال راحت و از نقشه های پشت پرده خبردار بشن، به جلو برن برای سقوط نظام. تعدادی هستن هنوز به طور اکثرن و عمدتن مخفیانه با نظام همکاری میکنند، سعی میکنن در سرکوب ها دست داشته باشن. شناسایی این افراد شاید کار ساده‌ای نباشه، شناسایی همشون، و امکان پذیر نباشه در چنین شرایطی، ولی بدون شک اگر همه مردم، همه کسانی که خواهان تغییر هستند، خواهان آزادی هستند، خواهان دموکراسی هستند، خواهان رفاه اقتصادی هستند، اونها کمک بکنند، بدون شک ماشین سرکوب جمهوری اسلامی از حرکت خواهد ایستاد. کمپین ضرب در قرمز چی هست؟ اگر شما بیننده گرامی که در حال حاضر این برنامه رو میبینید و یکی از همسایه های شما، یکی از هم محلی های شما، یکی از اقوام شما، از بستگان شما در یگان ویژه، در سپاه امنیت یا سپاه بخش اطلاعاتی سپاه پاسداران یا بخش های سرکوبگر نظام به قول خودشون خدمت میکنند، میدونید، خبر دارید، یک ضرب در قرمز رو با رنگ روی دیوار خونشون بزنید. فایده این مسئله چیه؟ به لحاظ روانی نشون میده که این افراد شناسایی شدن. در وهله دوم کار رو بسیار ساده خواهد کرد برای فردای سقوط جمهوری اسلامی که در راهه. در اون موقع بسیار ساده مشخص خواهد شد که چه کسانی در جبهه جمهوری اسلامی علیه مردم شلیک کردند، علیه مردم در سرکوب شرکت کردند و برای بقای یک نظام اختلاسگر و یک نظام فاسد از خودشون مایه گذاشتند. شناسایی این افراد بسیار بسیار مهم هست و بهترین راه شناسایی این هست که همه مردم بدونن که این افراد چه کسانی هستند. برای همین همه در این کمپین شرکت کنیم. کار بسیار ساده است. هر فردی رو که میشناسید وابسته به جمهوری اسلامی هست، وابسته از اون طیف که در سرکوب شرکت داره، نه کسی که کارمنده یا فردی که حتی در سپاه پاسداران ممکن هست عضو باشه ولی به نوعی همدل با مردم هست، همراهی داره میکنه با مردم، اونا نه، کسانی که در
سرکوب ها دست دارند اونها رو شناسایی کنید، یک ضربدر قرمز روی دیوار خونشون بکشید. این ضربدر پاک نمیشه، اگرم پاک بشه دیگه همه دیدن در محله و راه رو بر روی سرکوبگران خواهد بست. این بسیار مهم هست، شناسایی افراد سرکوبگر با کمپین ضربدر قرمز. کمپین های دیگری رو ما داشتیم در گذشته که خیلی ها میپرسن، کمپین اینترنت آزاد بود، کمپین اخراج آقازاده ها و در حال حاضری کمپین دیگه که در مورد اون خیلی کوتاه عرض میکنم. خیلی ها میپرسن کمپین اینترنت آزاد چی شد. اولا در مورد کمپین به چه دلیلی هست؟ درخواستی رو میشه به یا از راه دست جمعی به یه نهادی داد که میتونه کاری بکنه. کمپین با این هدف هست، کمپین قدرت اجرایی نداره ولی کمپین میتونه یک صدا یا صدای یک مردم رو، صدای مردم یک کشور رو، یک منطقه رو به جایی برسونه که باید بشنون و نشنیدن تا حالا. در کمپین اینترنت آزاد که بالای 100,000 رسید، در پیام رئیس جمهوری آمریکا اگر مراجعه کنید میبینید که گفته شده هدیه‌ای برای مردم ایران، سورپرایزی برای مردم ایران خواهد بود، دسترسی به شبکه‌های اجتماعی از طریق یک اینترنت آزاد. حالا که اجرایی میشه دست ما نیست ولی ما کار خودمون رو انجام دادیم. ما که میگم یعنی شما که امضا کردید، همه کسانی که در امضای کمپین اول شرکت داشتند. کمپین دوم کمپین اخراج آقازاده ها بود. کمپین اخراج آقازاده ها مهمترین تأثیر رو شاید بگم در تاریخ کمپین ها داشته، که اون هم با همت خود شما، کانال های مردمی و شبکه های مختلف بود. کمپین یک فرد، یک گروه، یک حزب نبوده و نیست، کمپین همه مردم بود. تأثیرش اولا در داخل باعث شد که خود افراد جمهوری اسلامی بیان شاکی بشن نسبت به اینکه 2500 تن از آقازاده های نظام در خارج کشور با رانت دولتی، با سرمایه گذاری که پول مردم ایران هست، رفتن و سرمایه گذاری کردن در کشورهای مختلف، به ویژه در امریکا و کانادا. خیلی ها میپرسن چرا امریکا راه داده. تمامی این افراد از طریق قانونی رفتن، یعنی قانونی که هست در اون کشور. مثلا فردی میتونه 500,000 دلار سرمایه گذاری بکنه در یک شرکت امریکایی، میتونه اقامت بگیره. اینها از این طریق وارد شدند، یعنی از راه‌های قانونی سوء استفاده کردن با پولی که پول مردم ایران هست. این کمپین باعث شده که در سطح دولت آمریکا دستور داده بشه که همه گرین کارت هایی رو که در دوره رئیس جمهور قبلی بوده بازبینی بکنن، که این خودش بسیار مهم هست و میتونه خیلی ها رو، پته خیلی ها رو بندازه رو آب و باعث بشه که اینا رو بازگشت بدن، یا دست کم گرین کارتشون هیچ موقع تبدیل نشه به سیتیزنی، شهروندی. وهله دوم در داخل جمهوری اسلامیه که مردم تا حد زیادی فهمیدند که کسانی که صبح تا شب شعار مرگ بر آمریکا میدن، شعار مرگ بر غرب، کشورهای غربی، غربی گرایی رو نفی میکنند، علیه همه صحبت میکنند، کسانی که تحت تأثیر به گفته خودشون فرهنگ غربی قرار گرفتند و شعارهای مختلف که همه ما شنیدیم، اینها به نوعی رسوا شدند. مشخص شد فرزندان خودشون در خارج کشور هستند. فرزند معاون، یعنی فرد دوم سپاه پاسداران، خودش در خارج کشوره. فرزند رئیس جمهور، دو تا فرزندش، دو تا تابعیت دارن هر کدوم. این افراد لایق سمتی نیستند که در اون هستند و این نتیجه ای هست که مردم ایران به اون رسیدند. بنابراین این کمپین، کمپین دومی هم کمپین بسیار مهمی بود. کمپین سومی که در حال حاضر هنوز به 100,000 امضا نرسیده، کمپین نب به مذاکره و حمایت از مردم ایران هست. جمهوری اسلامی که از دو کمپین قبلی به شدت ضربه خورده، مخصوصا کمپین اخراج آقازاده ها که به مرحله عمل رسیده، از تمامی توان خودش داره استفاده میکنه که این کمپین به نتیجه نرسه. از کانال های خودشون، از رسانه های در ظاهر اپوزیسیون ولی وابسته به خودشون تبلیغ میکنن این کمپین، کمپین فلان گروهه، این کمپین فلان، این کمپین میگه جنگ با ایران بشه. این درست نیست. این کمپین فقط برای این مسئله است که با جمهوری اسلامی مذاکره نشه. نظام جمهوری اسلامی زمانی که میگه ما مذاکره نمی کنیم، ما در اقتدار هستیم، دقیقاً برعکسش است.
آقای خامنه‌ای گفت ما در اقتدار کامل هستیم و مذاکره نخواهیم کرد. کسانی که جمهوری اسلامی رو میشناسن و کم نیستن در حال حاضر میدونن در چنین شرایطی این دقیقاً به مفهوم درخواست مذاکره است، برعکسش رو انجام میدن در عمل. و وقتی که میگن مقتدر هستیم، در اوج اقتدار هستیم، یعنی در اوج ضعف هستند. تمامی نیروهاشون رو میارن در کف خیابون، شب و روز مستقر کردن با تمام قوا، از ترس قیام مردم شب و روز ندارن. این اقتدار نیست، این ضعفه. ضعفی که اگر یک روز به مردم اجازه بدن آزادانه نظر خودشون رو بگن، این نظام باقی نخواهد بود. بنابراین این در اوج ضعف هستند. کمپین سوم بسیار مهمه. خیلی ها میپرسن که آیا امنه؟ این وبسایت کاخ سفید آمریکاست، به طور کامل امنه. روش امضا هم بارها پخش شده و بار دیگه هم پخش میکنیم. هیچ فردی، بنده مخلص شما، همه دوستان ما، هیچ کسی این امضاها رو نمیبینه. ما نمیبینیم و نمیدونیم چه کسانی امضا کردند. ولی اگر ایمیل های فیک، یعنی ایمیل های ساختگی نادرست بدید، ثبت نمیشه. اگر از یک کامپیوتر 10 بار امضا کنید، اجازه نمیده. این وبسایتی هست برای اینکه به طور دقیق بتونه نظر مردم رو بگیره، طراحی شده و اجازه نمیده که به ثبت برسه هر گونه ترفند یا هر گونه کلک زدنی درش امکان پذیر نیست. به همین دلیل امیدوارم که امضا کنید با اسم، فامیل و ایمیل میخواد، با ایمیل های واقعی. و وقتی که ایمیل برگشت اومد، وریفیکیشن یا تایید، اون رو تایید بکنید. کاملا محرمانه است و هیچ کسی هم هیچ وقت نخواهد فهمید چه کسانی امضا کردند. مثلا به هیچ عنوان برای این نیست که آمریکا کمک بکنه برای سقوط نظام. آمریکا فقط از خواست مردم ایران حمایت بکنه کافیه. آمریکا مذاکره نکنه با جمهوری اسلامی کافیه. امروز آقای خامنه‌ای گفت که 40 سال آمریکا با ما دشمنی میکنه. در واقع مخالفت جدی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی چند ماه شروع شده، نه 40 سال. این یک واقعیته. بحث خیلی ها بحث کنفرانس سازمان مجاهدین در پاریس رو مطرح کردند. معمولا خیلی ها میگن که این خوبه، خیلی هم هستن میگن این بده. تکلیف چیه؟ ما بترسیم، ما خوشحال بشیم. همینطور زمانی که طرفداران پادشاهی کنفرانسی دارن، خیلی ها ناراحت میشن، خیلی ها خوشحال میشن. یه طیف چپا دارن، دقیقا همین. کردا دارن، دقیقا همین. داستان این هست که در حال حاضر ما در مرحله پیش از سقوط نظام هستیم. در مرحله پیش از سقوط نظام، اصل بر سقوط نظامه در وهله نخست. یعنی تمامی نیروها از هر طیفی باید و لازم هست که در چارچوب سقوط نظام گام بردارن، چون تا این نظام نره هیچ اتفاقی، هیچ تغییر دموکراتیکی در ایران شکل نخواهد گرفت. در مرحله دوم هیچ نگرانی نسبت به هیچ نیرویی وجود نداره. چرا؟ برای اینکه قرار هست انتخابات بشه، قرار هست مردم بیان تکلیف رو تعیین کنن. صندوق های رأی در یک انتخابات آزاد با حضور ناظران بین المللی، همه احزاب، نماینده های همه احزاب و طیف ها و تفکرهای مختلف ایران شرکت بکنن. بنابراین ما که معتقد هستیم به دموکراسی، ایمان داریم یا میخوایم دموکراسی باشه، نباید بترسیم از هیچ نیرویی. ما سنجش آرای مردم ایران رو تا این لحظه نداشتیم که بدونیم کدوم گروه بیشتر از دیگری هست. همه حدس و گمانه. به همین دلیل باید این رو به فردای سقوط موکول کنیم. چه کسی از انتخابات بیرون اومد، چه تعداد آرا به دست آورد، قابل احترام هست و دموکراسی یعنی همین. و اتفاقا آینده ایرانی که احزاب مختلف و مخالف هم در اون وجود داشته باشن، بسیار روشن‌تر از این هست که یک گروه وجود داشته باشه. یک گروه وجود داشته باشه خطرناک است. احتمال دیکتاتوری دوباره بالا هست، احتمال فسادش بالا هست. ولی وقتی که گروه‌های مخالف با هم، طیف‌های مخالف با هم وجود دارن،
این احتمال رو، احتمال دیکتاتوری رو پایین میارن. بنابراین این دعوا، دعوای بین احزاب مختلف اپوزیسیون، پادشاهی با مجاهدین، مجاهدین با پادشاهی، هر دو با چپا، چپا با هر دو، شخصیت‌های آزاد با همه، اینها دعواهایی هست بعد از سقوط نظام در شرایطی که فضای آزاد سیاسی برای تبلیغات وجود داشته باشه، همه بیان تبلیغ کنن، مردم انتخاب کنن. هیچ اتفاقی در چنین شرایطی نخواهد افتاد. بنابراین نباید بترسیم از هیچ حرکتی که علیه جمهوری اسلامی صورت بگیره. مسئله کمبود آب خوزستان خیلی مهمه که خوشبختانه بالاخره مردم با تصاویری که خودشون فرستادن متوجه شدن که خوزستان کمبود آب نداره، برخلاف گفته مقامات جمهوری اسلامی که شما میدونید هیچ وقت به غیر از تکذیب ما از اینا ندیدیم، هر اتهامی وارد شده تکذیب 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 کردند. آبی که به بصره میرفت رو منفجر کردند، آبش در نزدیکی بصره تمام مردم بصره دیدن، فیلمش هم پخش شد. آبی که به کویت میرفت رو در رفتن روش اسید ریختن، چون اسید میتونه این لوله ها رو در 24 ساعت از بین ببره، و این آب همه دیدن که چقدر آب با چه فشاری، آب شیرین، گوارا و آشامیدنی از همون منطقه داره رد میشه مجانی به شیعه در عراق با پول چند برابر قیمت هم برای کویت. جالب اینه که شعارهایی که مردم خوزستان میدادن در خرمشهر، خیلی ها شنیدن شعارهای عربی، به یک لحاظ خیلی خوب بود، به این لحاظ که کشورهای عربی زیادی که زبان عربی رو میفهمن شنیدند مردم عرب در داخل ایران، عرب ایران دارن میگن که آقا با اسم دین ما رو غارت کردن، دارن میگن که دیکتاتور نمیخوایم، دارن میگن ما حقمون رو میخوایم. این خیلی مهم بود که کشورهای زیادی که فکر میکنن مدینه فاضل از جمهوری اسلامی، شما زمانی که با یک عرب صحبت میکنی، حالا نه ولی دست کم تا یک سال قبل جمهوری اسلامی براشون تقدس داشت و فکر میکردن که خوشبختترین مردم مردم ایران هستند، چون اونا فکر میکردن این همه پول رو که برای ما میفرسته، خب ببین مردم خودشون در چه رفاه و آسایشی باید باشن، و نمیدونستن که چه خبره، و تازه دارن میفهمن که در ایران چه اتفاقی داره میفته. عرب شیعه در ایران سرکوب میشه، کشته میشه، همانند همه مخالفین. آبم بهش نمیدن، ولی عرب شیعه در عراق خوشبخته، بهش رسیدگی میشه، بهش امکانات داده میشه. 110 مدرسه و دانشگاه از سال 2013 تا امسال ساخته شده طبق آمار دولت عراق. 110 دانشگاه و مدرسه که خیلی هاشون اسم امام خمینی، امام مهدی، فلان فلان، حتی در مناطق سنی نشین، مثلا حوزه علمیه امام خمینی در موصل، هر کدوم از اینها میلیون ها دلار از جیب مردم ایران بوده. و این شعارها به زبان عربی به اونها نشون داد که چنین فضایی در ایران وجود نداره، خفقان، دیکتاتوری و سرکوب کامل حاکم هست. دو تا خبر خدمتون عرض کنم. یکیش این که حملات سایبری که در بخشی از پتروشیمی آبادان باعث آتش سوزی شد و جمهوری اسلامی هیچ مسئله‌ای رو، هیچ خبری رو در مورد اون پخش نکرد، کاملا انکار کردن و نگفتن که این حملات سایبری چگونه انجام شد، آتش سوزی به چه دلیلی بود. دوم این که مردم، کسانی که خیلی سوال میکنند، با هم مشورت کردیم با چه داخل چه افرادی که مطلع هستند، اگر پولی دارید در بانک ها خارج کنید، طلا و ارز، ارز خارجی بگیرید، اگر میخواهید که ضرر نکنید، بیشتر از این، همه ضرر کردن، همه ضررمند شدن، ولی اگر میخواهید این ضرر اینجا متوقف بشه، پول هاتون رو خارج کنید از بانک ها، طلا، طلا، نه سکه هایی که به تازگی زدن و داخلش از طلای عیار پایین استفاده کردن، بهتون میگن که اگر باز بشه قیمتش پایین میاد. یعنی چی؟ طلا اگر از پاکت بیرون بیاد قیمتش پایین میاد، قیمت به طلاست یا به چیه؟ به قالبشه. برای این هست که این درش طلای عیار پایین با روکش طلای 18 عیار به کار گرفتن.
این خیلی مهم هست. طلا و ارز. و خیلی ها میپرسن که دلار بالا رفته. دلار، قیمت دلار، بهای دلار در سطح بین المللی پایین اومده. این ارزش پول ملی ایران هست که داره از دست میره و روز به روز بیشتر از پیش سقوط میکنه. این رو بهتره که ما از هم جدا بکنیم. و بعد هنوز تحریم ها عملی نشده. هرچه هست از مدیریت خود جمهوری اسلامی، تحریم ها از پاییز قرار هست که شروع بشه. تحریم های بسیار سخت و تاریخی. هنوز تحریم ها شروع نشده، شما دارید میبینید که فروپاشی اقتصادی شکل گرفته و امروز هم عربستان سعودی قولی رو که به ترامپ داده بود عملی کرد، یعنی افزایش تولید نفت به بیشتر از 2 میلیون. معنیش چیه؟ یعنی اینکه اگر نفت جمهوری اسلامی رو به طور کامل قطع کردند، تغییری در بازار نفت ایجاد نشه، بهای جهانی نفت هم بالا نره، یعنی به هیچ جای آسیب نرسه، فقط به جمهوری اسلامی، که البته این آسیب به مردم هم خواهد رسید اگر این رژیم سقوط نکنه. مسئله دیگه که مهم هست در سطح سپاه پاسداران و نیروهای سرکوبگر که بحث کمپین زردر قرمز مطرح شد، این رو هم مطرح کنیم که جمهوری اسلامی هیچ وفایی برای افرادی که بهش خدمت کردند در سطح بسیار بالا نداشته و نداره. رؤسای جمهوری رو ببینید که به غیر از خود آقای خامنه‌ای که رهبر شده، بقیه با چه شرایطی مواجه هستن؟ در درون نظام هستن، جزو نظام هستن، ولی هیچ ارزش و اعتباری ندارن. در سطح شما نیروهای امنیتی بسیاری از افراد اطلاعاتی رو سربنیس کردن و از بین بردن. یک نمونه رو خدمتون عرض میکنم خیلی سریع که وفاداری جمهوری اسلامی رو خودتون ببینید. اطلاعات سپاه پاسداران بخشی داشت در سالهای گذشته که بعد از دادگاه میکونوس، یعنی رسوایی جمهوری اسلامی در ترور رهبران کرد که در دادگاهی با حدود 10,000 سند حکم صادر شد و مشخص شد و به اثبات رسید، منحل شد. بخشی داشت به اسم معاونت 900. این معاونت 900 کارش ترورهای خارج از کشور بود که البته حالا هم هست ولی عوض شده. اون موقع این اسم منحل شد، تغییر اسم دادن، بخش سپاه امنیت رو در واقع ایجاد کردن که بخش ترورها بخشش از اون هست. ولی اون موقع این معاونت 900 کارش ترورهای خارج از کشور بود که در اون تعدادی نیرو که عملیاتی بودن، افراد زبده و قابل اعتماد رو انتخاب میکردن از درون سپاه، در تشکیلات معاونت 900 جایگزین میکردند. 2 نفر از اینها، شاید یکیش رو افرادی که در صدا و سیما هستن بشناسن، حاج غفور درجزی که اطلاعاتی ها هنوزم بهش میگن حاج غفور در تشکیلات. این حاج غفور فردیه که زمانی که آقای لاریجانی در سال 71 رئیس صدا و سیما شد، این مدیر کل حراست صدا و سیما رو بهش دادن. حاج غفور جز افرادیه که همونطور که عرض کردم کارمندای ارشد صدا و سیما میشناسنش، ولی پست صدا و سیماش رو در حراست میشناسن. یعنی ببینید صدا و سیما جمهوری اسلامی چه مدیرانی داره. این حاج غفور جزء تیم تشکیلات 900 بود که کار ترور رو انجام میدادن. در ترورهای متعدد خارج از کشورم دست داشته. دوستی داشت که رفت و آمد خانوادگی هم حتی باهاش داشت، به اسم ناصر تقی پور. یکی از افرادی بود که اون هم در تشکیلات 900 بود، فعال بود با حاج غفور. ناصر تقی پور در یک سری از عملیات با حاج غفور دست داشت، از جمله ترور کاظم رجوی در سوئیس بود. یکی دیگه هم از ترورهایی که حاج غفور و ناصر با هم انجام دادن، اکبر قوش رو زدن، اکبر محمدی، خلبانی که در ریاست جمهوری بود، هواپیمایی رو در دهه 60 اواخر دهه 60 با خودش برد، بعد در آلمان پناهنده شد، اونجا این دو کشتنش، یک جت فالکون رو اون دوره با خودش برد. در هر صورت تشکیلات 900 سپاه یک سری از ترورها رو با وزارت اطلاعات هماهنگ می‌کردن که در وزارت اطلاعات هم رابطه این افراد کی بود؟ اکبر خوشکوشک که همسایه در حال حاضر آقای خاتمی هست، رئیس جمهور اصلاحات. این اکبر خوشکوشک معروف به خوشخوش هم هست، خوشخوشک در بین اطلاعاتی ها معروف است. برگردیم به ناصر تقی‌پور. در 74 با
مسئولین تشکیلات 900 اطلاعات سپاه درگیر شد. به این دلیل میگفت که ما ترورها رو انجام میدیم، ما اصل کار رو انجام میدیم، ولی زمانی که موفق شدیم مدال و افتخارش برای شما سپاهی ها یا فرمانده های پشت میز هست، میزنشین هست، همه افتخاراتش مال شماست، ما باید مخفی بمونیم. اگرم گیر بیفتیم کسی از ما حمایت نمیکنه. کما اینکه در اروپا در موارد مختلف تروریستای تشکیلات 900 معاونت 900 دستگیر شدن و جمهوری اسلامی نمیتونست بگه که این افراد تروریست وابسته به ما هستن. اینا در زندان موندن، خیلی هاشون حذف هم شدن، ولی هیچگاه جمهوری اسلامی از اونها حمایت نکرد. این قضیه باعث نارضایتی ناصر تقی‌پور شد. ناصر تقی‌پور به همین دلیل شروع کرد به حرف زدن، از جمله با یکی از فامیلای خودش که در حال حاضر در خارج از کشور زندگی میکنه. منزل ناصر تقی‌پور هم بگم که پشت ساختمان‌های ASP که یک شهرکی هست متعلق به فرماندهان و نیروهای امنیتی سپاه اونجا بود، اونجا زندگی میکرد. اطلاعات سپاه اول براش پرونده سازی کردند، پرونده فساد براش درست کردند، فساد مالی، دادگاهیش کردند. در اون دادگاهی حاج غفور البته چون دوستش بود اجازه نداد که اون بخش از فیلم ایشون پخش بشه. سال 76 این فیلم پخش شد. در اوایل دهه 80 چیکار کردند؟ ناصر تقی‌پور که دور دیده خودشون بود در ترورهای متعدد برون مرزی دست داشت، به دلیل انتقاد از خودشون چیکار کردن؟ در حین جوشکاری زیر آب در سد دز در خوزستان اونجا خفش کردن و کشتنش و حذفش کردن و این رو تمام نیروهای اطلاعاتی قدیمی به طور کامل میدونن. نتیجه گیری اخلاقیش چیه؟ کسانی که در جمهوری اسلامی به طور پاک باخته عقیدتی به این رژیم خدمت کردند، براش آدم کشی کردند، خون دیگران رو ریختند، در ترور و قتل در خارج از کشور دست داشتند، زندانی کشیدند برای جمهوری اسلامی، در یک نقطه که اینها کوچکترین انتقادی بکنند از طرق مختلف اینها رو حذف سیاسی میکنند. این بسیار مهم است که ما این رو بدونیم. یک بار دیگه این رو تأکید میکنم، در کمپین زردر قرمز، زدن زردر قرمز روی دیوار افراد اطلاعاتی و سرکوبگر جمهوری اسلامی هممون کوشا باشیم، کار بسیار ساده ای هست. جوان ها میتونن صورت خودشون رو ببندن در این عملیات انسانی، میهنی و آزادی خواهانه شرکت بکنن. این افراد باید شناسایی بشن، خیلی از این افراد باید در فردای آزادی دادگاهی بشن، کما اینکه خیلی از این افراد که در سپاه و نیروهای حتی یگان ویژه هستند باید مدال بگیرن در فردای آزادی که دارن کمک میکنن به تسریع سقوط جمهوری اسلامی. پاینده باشید.